بسم الله الرحمن الرحیم یا علی مدد سلام عرض میکنم به بینندگان برنامه با هم از تلویزیون اسماعیلی فارسی امروز در خدمت استاد دکتر محمد علی امیر موزی استاد مطالعات شیعه در دانشگاه سوربن در پاریس در فرانسه هستیم آقای دکتر امیر موزی همچنین از همکاران و استادان ارشد مؤسسه مطالعات اسماعیلی هستند امروز درباره سه مضمون و موضوع عمده ای که محور مطالعات و کارهای چند دهه اخیر استاد امیر معزی بوده است از جمله درباره شکلگیری اسلام درباره زندگی پیامبر اکرم درباره زندگی حضرت علی و به طور کلی درباره تشیع و زمینه های تاریخی و پیشینه های شکلگیری تشیع تا امروز صحبت خواهیم کرد آقای دکتر امیر مویزی خیلی خوش آمدید خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار گذاشتید به عنوان اولین سوال خیلی ممنون میشم اگر یه مختصری از پیشینه علمی و تحصیلی خودتون بدید که چه شد به این حوزه علاقه مند شدید و چگونه امروز در پاریس در کرسی که دارید فعالیت میکنید برای اطلاع بینندگان میگم که این کرسی است که پیش از شما در تصدی هانری کوربن، لوی ماسینیون و آقای دانیل جیماره بوده و مهمترین مرکز مطالعات شیعی در اروپا امروز و اگر از مقدمات شروع کنی تا به امروز خیلی میشن. ممنون میشم ممنون داریش جان با سلام به بیمنندگان عزیز برادران اسماعیلی ممنون از دعوت شما من نوجوان بودم کلاس دهم ده یازدهم ده دبیرستان بودم که ملاقاتی داشتم با جناب هاری کوربن که در اون زمان یعنی سالهای 72 73 میلادی ایشون چند ماه در سال می اومد ایران داشت انستیتوی فرانسه تهران رو پایه‌گذاری میکرد و دوست دوستی از دوستان پدرم با ایشون دوست بود و منو برد به محضر ایشون چون من از اون موقع علاقه داشتم به مطالعات در مورد عرفان و فلسفه و شعر فارسی و اینها و ایشون گفتش که یه استاد فرانسوی هست که میاد اینجا و این مطالب رو درس میده در پاریس دوست داری ببینیش منم خیلی خب بچه بودم گفتم هر که شما فکر میکنی رفتیم ایشون رو دیدیم و ایشون از مدرسه مطالعات عالی سوربون صحبت کرد گفت داره من اونجا درس میدم اگه شما میخوای این مطالب رو به صورت جدی و علمی مطالعه کنی و پیشرفت بکنی میتونی بیای اونجا خلاص دو سال بعد که من دیپلم گرفتم من رو فرستادن به،, به پاریس و من آخرین سالهای درس جناب کوربن رو درک کردم من سال 74 فرنگی رسیدم به, به پاریس و ایشون تا سال 76 اونجا درس میگفت البته بازنشسته شده بود ولی ادامه میداد تدریس رو سال 78 هم که فوت کرد و بعد من ایشون به من پیشنهاد کرد که برای به اصطلاح دوره دانشگاهی برم دنبال مطالعه در مورد تشیع قدیم گفت من زیاد فرصت نکردم این کارو بکنم کاری که کردم بیشتر در مورد تشیع متأخر از صفویه به بعد فلاسفه دوره صفوی به بعد البته من چند سال مردد بودم نمیدونستم برم دنبال ایران شناسی برم دنبال هند شناسی <تص> مطلبی بود که خیلی دوست داشتم سانسکریت کار کرده بودم پهلوی کار کرده بودم ولی براخره بعد از چندین سال در دوره دکتری آمدم به همون توصیه کربن و یه جوری عجیبه که سرنوشت های ما با هم دیگه عجین بوده برای اینکه من به موضوع رساله دکتریم رو همون موضوع انتخاب کردم که کربن گفته بود یعنی راجب چهره امام در تشیع قدیم و دفاعی هم رو در سالونی که به اسم کربن بود در مدرسه مطالعات اونجا کردم و بعد سالها گذشت بعد از کربن همجور که فرمودید دانیل جیمری استادمون کرسی شد و بعد از جیمری در سال 94 فرنگی من جانشین جیمری شدم در همون کرسی به اسطلاح میتونیم بگیم اسلام کلاسیک و چیزی که باعث خوشبختی است اینه که وقتی که من به تصدی این کرسی رسیدم به درخواست من اسم تشیع رو اضافه کردن به این عنوان این کرسی به تفسیر و کلام شیعی که تنها کرسی هست اگر اشتباه نکنم در مغرب زمین در دانشگاه مغرب زمین که لفظ تشیع درش آمده و از این بابت من خیلی خوشحالم و فکر میکنم که یه کمکی بود به هر حال چون مدرسه مطالعات سوربون جای معتبری است و جای قدیمی است و خب همونجوری که گفتید آدمایی مثل ماشینیون و کربن اونجا متصدی این کرسی بودن خود همین شاید باعث شد که مطالعات شیعی یک به اصطلاح رشد بیشتری بکنه در در اروپا در فرانسه و من هم خب الان سال آینده میشه چهل سال که در اینجا دارم تدریس میکنم فکر میکنم که موفق شدم که ادهی رو تربیت بکنم و اون رو که میدونستم انتقال بدم به اونها که این واسه افتخار من آدم های مثل آقای ماتیو تریه، دانی هرمان، ارخان میرکاسیموف و دیگران تعدادشون کم نیست حالا در فرانسه یا در مغرب زمین یا بسیاری هم برگشتن به کشورهای خودشون در ترکیه، در ایران، در تونس، در ایتالیا و این بود که باعث شد که یه مقداری مطالعات شیعی به خصوص شیع قدیم و به خصوص جنبه های ارفانی تشیع یه مقداری رشد پیدا بکنه خیلی ممنونم سوالی که من میخوام بپرسم یه جورایی مرتبط هست به این سه تا مضمون یعنی درباره آنچه که ما درباره اسلام میدانیم و درباره پیامبر اسلام میدانیم و درباره امام علی میدانیم پیش از این که به جزئیات خیلی روشنتر مسئله بپردازیم به نظر من یک سوالی باید بپرسم که شاید چارچوب نظری بده به بحثی که در پیش داریم و اون سوال این است که ما چگونه بین واقعیت تاریخی یا آنچه که واقعیت تاریخی ممکن است به نامند و باور و ایمان مؤمنان تمایز قائل میشیم و تفاوت قائل میشیم و اینی که واقعیت های تاریخی چگونه میتوانند بر باور مؤمنان در این مورد مشخص باور مؤمن مسلمان شیعه به اسلام به پیامبر اسلام به امام علی و اهل بیت اثر بگذارد و این شکل بدهد فکر منظور شما وقتی میگین در مورد اسلام در مورد پیدایش اسلامه و در مورد بدو اسلام <coughs> حرف شما درسته یعنی اینکه پیدایش و تاریخ پیدایش اسلام و مثلا فرض کنیم که سرچشمه های قرآن و سرچشمه های تعالیم پیامبر و شخصیت های تاریخی این دوره خود پیامبر اکرم و حضرت علی و دیگران نکات مبهم بسیاری داره بسیار زیاد و من اون که از نظر تاریخی میتونیم بدونیم راستش و آنچه که یک مورخ ادیان میتونه از اینها بدونه بسیار ناچیزه بسیار ناچیزه <applause> به دلایل تاریخی به دلیل اینکه اسلام در یک جو بسیار متشنج شکل میگیره چه در خود عربستان چه در خارج از عربستان و حالا میتونیم بعدا بیایم در مورد جزئیاتش صحبت بکنیم در یک جفه به احتمال خیلی زیاد آخر زمانی شکل میگیره و بعد اونچه که مشخصه پیدایششه جنگ های داخلی بین مسلمانان جنگ های داخلی که چند قرن طول کشند و همزمان با این جنگ ها فتوحات اتفاق میفته که به سرعت پیش میره در عرض چند دهه اعراب از شمال آفریقا رو میگیرن تا مرز چین و یک امپراتوری متولد میشه که کم کم پایه میگیره و محکم میشه و اینها یک سری اتفاقات تاریخی بسیار مهمی هستند که پیدایش اسلام همزمان با این هاست و بنابراین مطالبی که راجع به این پیدایش اسلام نوشته شده اولا چندین دهه شاید بیش از حتی یک قرن بعد نوشته میشه و مؤلفین هر کدومشون متعلق به دسته هایی هستن که با هم در جنگ هستن بنابراین هر کدوم سعی میکنن از گذشته تصویر رو بدن که به نفع خودشون و به نفع گروه خودشون گروه های به مذهبی سیاسی و بنابراین در این نوشته ها تناقض ها و تضاد های بسیار زیادی هست بسیار زیاد افسانه های بسیار زیادی هست چیزهایی از خود ساخته هست و اینکه ما بتونیم واقعیت تاریخی رو از اینها بیرون بکشیم بسیار مشکل حالا چند ده هست که البته برای مطالعه این دوره و برای شکل گیری اسلام و تدوین قرآن ما اومدیم منابع دیگه ای هم به کار میگیریم که منابع معاصر قرآن و بعد به اسلام منتهی منابع غیر اسلامی هستند منابع مسیحی هستند به زبانهای مختلف مسیحی یونانی <تصفح> حبشی به خصوص سریانی منابع یهودی هستند به زبان عبری منابع ایرانی هستند به زبان پهلوی پارسی میانه و غیره که البته به کار گرفتن این منابع معنیش نیستش که این منابع دارن حقیقت تاریخی رو میگن اونها هم جهت گیری دارن ولی مطالبی رو میگن که یک مقدار ما در منابع اسلامی نداریم یکی این منابع هست یکی منابع دیگری هستش که میتونیم بگیم متعلق به تاریخ مادی هست تاریخ مادی یعنی چیزایی مثل سنگ نوشته شناسی مثل نسخه شناسی مثل باستان شناسی و, شناسی. شناسی و, و این ها سکه شناسی و و قیرو و همه اینها رو ما الان چند هست که به کار میتونیم بگیریم و از یه بابت هایی شاید یک مطالبی روشن شده ولی مطالب بسیار دیگری هنوز بسیار هم پیچیده است و هم در تاریکی هنوز بنابراین اگر ما بخوایم شخصیت تاریخی افرادی واقعا تاریخی یعنی واقعیت تاریخی افرادی مثل حضرت محمد یا حضرت علی بدونیم شاید اون چی که میتونیم روی کاغذ بیاریم بیش از یک صفحه نمیشه برای اینکه باقیش ما همه چیز و ضد همه چیز رو داریم در مورد اینها در مورد شخصیتشون در مورد تاریخهای مهم زندگیشون اگر مثلا پیغمبر رو بگیریم ما تا قبل از اینکه سیره ابن هشام نوشته بشه در قرن سوم و یک نوشته سفارشی است به یه نوعی سفارشی دستگاه خلافته و سعی شده در اون یه مقدار این تناقض ها رو بگیرن و بازم موفق نشدن قبل از اون ببینیم که پاره های از زندگی پیغمبر مثلا در نوشه های دیگر اومده در سیر نویسان اومده در حدیث اومده و غیره میبینیم که در همه چیش تناقض هست و در مورد هیچی ما نمیتونیم یک نظریه قاطع داشته باشیم تاریخ تولدش تاریخ هجرت تاریخ وفاتش تعداد همسرانش تعداد بچه هاش شما فرض کنید تعداد بچه پیغمبر نسبت بعد بسته به منابع مختلف از یک هست تا سیزده تعداد جنگ هاش شخصیتش خیلی متناقضه ما یک پیغمبری داریم که بسیار گوشگیر و زاهده و زندگیش به به, به دعا و به گوشه نشینی و به مراقبه میگذره بسیار آدم ملایمی است نرمه با دیگران بسیار مهربانه با زنان بسیار مهربانه فقیره ما همه اینها رو داریم و از یک طرف دیگه پیغمبری داریم که جنگجو دیگران رو شکنجه میده براش هدف هر جور وسیلهای رو موجه میکنه زنان رو دوست نداره ثروتمنده کدوم یکی از اینا رو میتونیم بگیریم چه تاریخی به دنیا آمده تاریخ هجرت دقیقا کی بوده قرآن رو چه جوری بهش رسید و به کیها منتقل کرده ما حتی لیست کسانی رو که اومدن و مثلا به اونجور که سنت میگه مصحف عثمانی رو درست کردن ما لیست دقیقشون رو نداریم درسته که از مهمترین اتفاقاتی است که افتاده ما نمیدونیم چه کسانی دقیقا اومدن کنار زید ثابت طبق گفته های سنتی اومدن قرآن رو به کتابت کشیدن دقیقا لیست،, لیست های متفاوت داریم بنابراین چیزهای خیلی کم میدونیم حضرت علی به همین نحو حضرت علی شاید حتی تناقضات بیش از حضرت پیغمبری به دلیل اینکه علی یه شخصیت بسیار یگانه است در اینکه شخصیت بسیار مهمی سیچرفی حرفی نیست و اینکه یک مشخصه هایی داره که دیگر صحابه پیغمبر اصلا نداره. و اون مرکز سقل این اتفاقاته یعنی اگر ما از جنگ های داخلی صحبت میکنیم بیشتر جنگ است که دستگاه خلافتی با علی, علی و علویان میکنن <تصفح> و این که بعد پس خیلی شخصیت اختلاف برانگیزی است حتی به عنوان اینکه داماد پیامبر بوده پدر تنها بازماندگان مذکر پیامبره که خودش یه نقش خیلی مهمیه به اون میده ما نوشته هایی داریم که او خودش رو به عنوان مسیح ثانی معرفی میکنه و میگه من ایسای این زمان هستم و بنابراین منجی آخر زمان هستم الان شخصیت بسیار اسرارآمیز و, و یگانه است و در اطراف او اختلافات زیادی و خشونت های زیادی هست بعد از وفات پیغمبر میبینیم که اون که بازم سنت میگه و در این تقریبا متفق منابع با اینکه با هم خیلی متناقضن اینه که در باره شخصیت علی اختلاف هست در این همه متفق ببنه. در زمان بنی امیه منفوره در زمان بنی عباس که خودشون از بنی هاشم هستن سعی میکنن دوباره علی رو بیارن در تاریخ خلافت و بنابراین ازش تصویری رو بدن که به نفع خلافای عباسی است و بنابراین یک اون هم یک تصویر بسیار متناقض و پر از تضاد و پر از علامت سوال داده من راجبش او هم همینجور اگر بخوایم علی تاریخی رو اون چیزی که برای ما مسلمه مطالب که در موردش میدونیم روی کاغذ بیاریم شاید بیش از یک صفحه نشه و اینجا میرسم به سوال شما و اینکه شاید برای مؤمنین این موضوع خیلی مهم نباشه چون من فکر میکنم که اگر داریم در مورد ایمان صحبت میکنیم اون موقع جنبه های درونی و جنبه های قلبی یک دین مطرح میشه بنابراین اونچه که مطرحه برای یک مؤمن چهره دینی چهره معنوی و چهره عرفانی پیامبر و چهره عرفانی علیه و برای اینها واقعیت تاریخی این چهره معنوی است شما هر به یک آدم مؤمن بگین که آره ما نمیدونیم دقیقا اونقدر شاید براش مهم نباشه ولی اونچه که مهمه و برایش واقعیت داره واقعیت عینی داره در زندگی روزمرهش چهارهای معنوی این هاست و اینکه نمونه های زندگیش هستن و نمونه های زندگی که میگیم نه حتما بگیریم به خصوص برای من کاری به اسلام سیاسی و اینها که البته بسیار میبینیم نتیجه کارش بسیار وخیمه و تراجیکه به یه نوعی ولی هرچه بگیم به هر حال یک اسلام اقلیته اکثریت قریب به اتفاق مسلمین با اینها مخالفن و قربانی این اسلام هستن و برای اونها اون چی که مهمه چهره های معنوی این آدم هاست نه اینکه چه جوری جنگیدن نه اینکه کی کشتن نه با حکومت ها که مهمه اینه که اینها الگوهای معنوی اینها هستند و افق های معنوی و درونی این آدم ها و واقعیت تاریخ برای اونها اینه خب سوالی که من میخوام بپرسم اینه که تو این بافتاری که شما موضوع رو توضیح دادید اولا که وقتی درباره تاریخ زندگی پیامبر حضرت علی صحبت میکنیم و چون که شما گفتید بر اساس منابع موثق تاریخی احتمالا بیش از یک برگ پیدا نمیکنیم این استثناا درباره اسلام و مسلمانان یا شامل حال مسیحیت یهودیت موسی عیسی ابراهیم و بقیه پیامبران ادیان ابراهیمی هم میشه این سال اول من یعنی میخوام بگم که این مسئله از یه جهتی به خاطر وضعیت انسانی و وضعیت جهانی اینه که از یه تاریخی به اون طرف ما تاریخ مکتوب به این شکلی که امروز داریم اتمالا نداشتیم و شامل حال همه بشریت میشه یا شامل حال یه قسمت خاصی از, از تمدن بشری میشه سال دوم من به این ماجرای واقعی بودن اسلام مربوط میشه چون هر کسی از دید خودش اسلام واقعی رو داره. اسلام واقعی یعنی چی؟ کدوم میگیش واقعی است؟ ببین مطلبی که من گفتم راجع به این که مورخ اون چیزی که میتونه به طور موثق از توی منابع در بیاره بیش از یک صفحه نیست در مورد شخصیت های دیگر ادیان ابراهیمی اسمش رو بگذاریم هم صادق ما راجع به موسای تاریخی راجع به ابراهیم تاریخی یا حتی راجع به عیسای تاریخی چیز زیادی نمیدونیم ایسای تاریخی حالا شاید تا حدی بتونیم بگیم میتونیم خودمون رو پایگذاری کنیم من نظریتون رو راجب در انجیل ها ولی اون هم الان مشخص شده که بیشتر هشت 80 درصدش رو واقعیت های تاریخی نیست در مورد موسی و ابراهیم که حتی اون رو هم نداریم ولی دو مطلب هست یکی این که در تاریخ ادیان این یه قاعده هست هیچ چیزی از عدم به وجود نمیاد یعنی یک آدمایی که بسیار اهمیت تاریخی حتی اگر واقعیت تاریخیشون اون چیزی نیست که در متون آمده ولی مطمئنا چیزی بوده که بر اساس اون یک شخصیت ساخته شده بیهوده سخن به درازی نبود بله یکی این مطلبه دیگری این که بعضی وقتها تصویر تاریخی و چهره تاریخی اهمیتش کمتره تا چهره معنوی تأثیری که در تاریخ گذاشته در واقعیت تاریخ ابراهیم تاریخی رو ما نمیشناسیم ولی ابراهیم معنوی روی سه دین بزرگ تأثیر عمیق گذاشته روی یهودیت رو مسیحیت و در اسلام بنابراین این این چیزی که من میگم در مورد دیگران هم صادقه اما یک چیزی که شاید مختص به اسلام باشه مطالبی است که من گفتم یعنی اینکه پیدایش اسلام تولد اسلام در یک فضای جنگ های داخلی خیلی خشونتباره باره یک یعنی بین مسلمین حتی شاید جنگ های داخلی بیشتر از کشته دادن تا شاید فتوحات تمام شخصیت های بزرگ اسلامی به مرگ خشونتبار بار مردن و به دست دیگر مسلمین به قتل رسیدن این یه چیز خیلی خاصی بعد فتوحات اتفاق میفته همزمان با این جنگ ها و این ماجراها یعنی این خشونت ها حالا چه خشونت داخلی چه خشونت خارجی جنگ های بستر فتوحات عرب چند قرن طول میکشه یکی دو سال نیست چند قرن طول میکشه یعنی ما نگاه میکنیم که مثلا فرض بکنین انقلاب های مسلحانه در زمان بنی امیه و در زمان بنی عباس این تا قرن سوم هجری ادامه داره و این خیلی خاص اسلامه <applause> بنابراین از این بابت باعث میشه که با با یک عینک انتقادی بیشتری باید تاریخ بعد اسلام رو نگاه کنیم تا اونهای دیگه <applause> برای اینکه اینقدر مسئله شاید نبوده در پیدایش یا ما نمیدونیم مثلا فرض کنید یهودیت یا مسیحیت به خصوص این خشونت ما بین خود مسلمین به نظر من یک مختص اسلامه تاریخ یه یگانگی میده به بررسی تاریخ پیدایش اسلام این که اسلام واقعی چیست همونطور که شما گفتین هر کسی برای خود اسلام واقعی خودش رو داره اسلام واقعی برای مورخ من دارم میگم من کاری به مؤمنین ندارم برای یه مورخ هر آنچه که شاید در تاریخ اسلام اتفاق افتاده و به اسم اسلام افتاده اتفاق افتاده واقعیت داره یعنی مثلا فرض بکنید که اگر برگردیم به دوران فعلی البته ابلهان است که ما بگیم اسلام داعشه اسلام طالبان اسلام جمهوری اسلامی است احمقانه است خب این خیلی محدود کردن اسلام ولی همونقدر هم احمقانه است که بگیم داعش اسلام نیست طالبان اسلام نیست جمهوری اسلام اینها هم جزء اسلامه چون اینها ایدئولوژی هایی است که بر اساس یک سری متون اسلامی شکل گرفته متکلمین خودش رو داره متفکرین خودش رو داره درست خیلی موقع ها جنبه های وحشیانه خیلی خشونت داره ولی ایدئولوژیش میشه جزء واقعیت تاریخی اسلام بنابراین همه اینها اسلام واقعیه منتها اسلام واقعی به دست آوردنش خیلی مشکله به دلیل چندگانگی اسلام یعنی شما وقتی که همجور که میدونید اسلام فقط یک دین نیست یک تمدن یا تمدن است که از فرهنگ های مختلف ترکیب شده که از موریتانی و مراکش میره تا اندونزی آفریقای سیاه بالکان آسیای مرکزی شبه جزیره هند اینها باعث میشه یک کسرت عجیبی هست و ما باید از اسلام ها صحبت کنیم اینکه ما بگیم اسلام چی میگه و اسلام و مسلمان نه این اسلام ها خیلی با هم دیگه فرق دارن ما همیشه اولاً به خصوص در اروپا یک خلطی هست بین اسلام و عربیت من رو پروژه به فرانسه میگم ولی فکر میکنم همین تو در همه اروپا وقتی میگم اسلام همه فکر میکنن عرب عرب ها و عرب زبان ها تقریبا 15 تا 16 درصد مسلمان ها هستند نصف جمعیت مسلمان دنیا در شبه هنده نصفشون یعنی در هند و پاکستان و بنگلادش نصف مسلمین دنیا اونجا که نه ربطی به زبان عربی دارن نه ربطی به فرهنگ عربی دارن بزرگترین کشورهای مسلمان دنیا نیجریه و اندونزی یکی در آفریقای سیاه هی. یکی در آسیا شرق دور اینا هیچ رفتی نه به عربا دارن نه به زبان عربی و این خیلی نکته مهمیه یک اسلام سودان هیچ ربطی به اسلام تاجیکستان نداره اسلامی که در آلبانی ما میبینیم ربطی به اسلامی که در ماداگاسکار هست نداره اسلام ایرانی هیچ ربطی به اسلام چاد یا مالی نداره اینا همشون اسلامه. هم. و برای کسانی که دارن این اسلام رو بهش مؤمنن و بهش عمل میکنن اسلام واقعی هست ولی هیچ کدوم در از یک نکته نکته بسیار اندکی که اینا همه با هم مشترک دارند باقیش تفاوت های اساسی دارند هم از لحاظ عقیدتی و باوری هم از لحاظ عملی و اونجوری که این ایمان خودشون رو هر روز دارن زندگی میکنن اینا خیلی با هم دیگه فرق حالا سوالی که من دارم ببینید وقتی میگیم که اسلام واقعی همونجور که شما میگید ما یه دونه اسلام نداریم اسلام های متعدد داریم در فرهنگ های مختلف در دوره های مختلف در تاریخ های مختلف تحول و تکامل پیدا کردن هر کدام از اینها چه معتدل باشن چه میان رو باشن چه تون رو باشن به هر حال بخشی از تاریخ اسلام هستند و نمیشه اینها رو زدود از تاریخ اسلام وقتی ما داریم از اسلام مورخان صحبت میکنیم یا در واقع وقتی داریم بگیم آنچه که ما با قطعیت احتمالا میتوانیم تازه اونم احتمالا میتونیم در واقع صحبت کنیم محدود منحصر است به یه چندین گزاره خیلی جزئی این اولین چیزی که به ما میگوید این است که تصحیح کنید اگر اشتباه میکنم که درباره تمام ادعاهای کلانی که هر انسانی از جمله یه مسلمان یا یه شیعه میتواند درباره بشریت درباره مسائل کنار عالم بکند و اینا رو مستند بکنه به این حدیث روایت قرآنی حرفا همیشه آدم باید با احتیاط برخورد کنه یعنی علامت سوال روش بذاره یا دستیکن باید فروتنی معرفتی نشون بده که یه جای کار ممکن اشکال داشته باشه نه به این دلیل که مثلا خدایی وجود نداره یا پیغمبری وجود نداشته یا مثلا یه اشکالی در کار وحیه به این دلیل که یه فرایند تاریخی در این فرایند تاریخی انسان به طور طبیعی خطا میکنه این برداشت من آیا درسته؟ کاملا یعنی به هر حال به یه نوعی نگاه یه مورخ این نگاهه <applause> یه نگاهی است که خیلی باید فروتنانه باشه از این جهت که منابع مسئله برانگیزن ما از لحاظ ببینید من شاید سوال شما نمیدونم میتونم اینطور جواب بدم یا نه بزرگان برخی بزرگان اسلام اومدن یک تمایزی برقرار کردن بین ایمان و عقیده ایمان یک احساس بسیار عمیق و اسرارآمیز از اعماق وجود میاد معلوم نیست از کجا میاد یه چیزی مثل عشقه و مربوط میشه به یک سری عناصر ای انسان من از کجا آمدم به کجا دارم میرم بعد از مرگ چه میشم پشت این حقیقت مادی حقیقت دیگری هست من میخوام ببینم این حقیقت چیه آدم هایی هستن که این حقیقت رو به نوعی کشف کردن و من میتونم از اونها درس بگیرم اینها چه جای ایمانی است بنیادی و اینها ربطی زیاد به محیط و به خانواده و به تربیت و به اجتماع و به سیاست و اینها نداره این رو مثلا ابن عربی راجبش صحبت کرده غزالی راجبش صحبت کرده اومدن به اصطلاح تفاوت قائل شدن بین ایمان و عقیده ایمان هم چیز بنیادی و از ریشه های وجود شاید برمیاد عقیده چیز دیگری است مربوط میشه به چیزهای ثانوی مربوط میشه به جزئیاتی که هر کسی ممکنه توش یه سری با هم فرق داشته باشه مربوط به لباس میشه مربوط به عبادات میشه را اینکه عبادات نقششون چیه و این چیزهای ثانوی بسیار مربوط میشن به تاریخ به جغرافی به فرهنگ به جامعه به تربیت به خانواده و امثال اینا امثال ابن عربی و غزالی اومدن گفتن بعضی وقتا این دوتا در تضاد قرار میگیرن بعضی عقیده ها هستند که نه تنها ایمان رو سوس میکنن ایمان رو آلوده میکنن و برای محکم کردن ایمان شاید این عقاید رو باید گذاشت کنار اون چیز که شما میگین به یک نوعی یک حدیث چی میگه ما چه جوری باید لباس بپوشیم سبیل سبیلمون با چه اندازه باشه ریشمون چقدر باید باشه شلوارمون بلند باشه یا کوتاه باشه و حتی پیشتر میریم نماز رو چه جوری باید بخونیم روزه رو چه جوری باید بگیریم که بر اساس یه سری جزئیاتیه که شاید از در ایمان در اومدن ولی بله دیگه جنبه ایمانی ندارن جنبه عقیدتی دارن و اینها یه مقداری ما نمیتونیم بگیم که یک نفر زندگیشو بر اساس این قرار بده بده این که زندگیش اون چیزی که به زندگیش معنا میده جنبه های ایمانی جنبه, جنبه های مناسکی و عقیدتی نیست و از این بابت به نظر من اون چیزی که شما میگین یعنی مثلا اگر فرض کنیم میگیم حدیث ما خیلی هر چیزها رو بر اساس حدیث میگذاریم من نمیدونم اون کسانی که اینقدر یا حتی بر اساس قرآن ما اگر بیام از تاریخی نگاه بکنیم تدوین قرآن رو مطالب قرآن رو و مطالب حدیث رو حتی اون چیزهایی که خود مسلمان ها راجع این گفتن راجع به تاریخ قرآن شما ببینید چقدر توش مثلا میگم حتی اهل سنت میان میگن با اختلاف بوده در بین نسل های اولیه دانشمندان اسلامی در مورد قرآن قرآن های متعددی در جریان بودن در سرزمین های اسلامی مصحف های مختلف ما میگیم از مصحف ابو موسا اشعری مصحف عبای ابن کعب مصحف مسعود، ابن مسعود مصحف علی مصحف های مختلف هن. و حتی منابع سنی راجع به اختلاف اینها میگن یعنی هست. یه چیز اختصاصی شیعی نیست نه حالا شیعه که شیعه اولی به تحریف میگه اون رو میگذاریم کنار ولی خود منابع سنی مثلا ابن مسعود معتقد بوده که سوره اول فاتحه و دو سوره آخر معوضتان جزو قرآن نیستن اینها دعاهای پیغمبرن نیایشن و اون کسانی که این قرآن رو تدریس کردن بی خودی اینا رو اضافه کردن به قرآن یعنی مصحف ابن مسعود 114 تا سوره نداشت 111 برعکس ابی ابن کعب اینا هم بازم منابع ابی سنی میگن کتاب المصاحف مثلا سجستانی دو تا سوره اضافه داشته نسبت به یعنی 116 تا سوره بود که اینها رو سجستانی در کتاب المصاحف میاره این اینا اختلاف داشتم هم دیگه ما در منو شیعه میگن قرآن علی سه برابر قرآن رسمی بوده قرآن <مت toys> یعنی قرآن رسمی دو سومش حذف شده اینها چیزهایی که خود منابع اسلامی میگن با حدیث من نمیدونم کسانی که مثلا فرض کنین که راجب سهاه اهل سنت کتابایی صحیح اهل سنت آیا هیچ وقت مقدمه بخاری و مقدمه مسلم رو خوندن به کتابای حدیث زود میرم به این حدیث چی گفته راجب چی هر دو اینها میگن قرن سوم هستیم اولا خب خیلی متأخره و میدونیم که خود مسلم، مسلمان هم میگن که اصولا جعل حدیث یه شغلی بوده یعنی آدم ها بودن کارشون جعل حدیث بوده صدها هزاران حدیث درست میگن پول میگرفتن حالا از دستگاه خلافت یا از قدرتمندان دیگر یا فلان حدیثایی بسازن که به نفع اون اربابشون بوده خب اینو خودشون میدونن جعل حدیث این, این یه شغل مسلم و بخاری در مقدمهشون میگن ما حدود یک میلیون حدیث در اختیار ما بود رفته بودیم جمع کرده بودیم فی طلب العلم اینها یک میلیون از این یک میلیون هر کدومش رو بخاری رو بگیریم حدود هفت هزار تا هفت هزار در میاره که اگر حدیث های تکراری رو کنار بگذاریم در این هفت هزار تا میرسیم حدود پنج هزار تا یعنی خود بخاری معتقده که از نمیدونم چه درصدی میشه پنج هزار رو یک میلیون صفر ما صفر خورده ای اینها به نظر اون صحیحه یعنی 99 ممیز خورده ای خود بخاری و خود مسلم میگن اینا جلی هم. این نشون میده که یعنی و تازه اون چیزی که اینها به عنوان صحیح میگن الزامن مورخه کسی که داره تاریخی حدیث رو بررسی میکنه واقعیت تاریخی نداره چون بخاری و مسلم هم دارن در یک محیط به خصوص مذهبی سیاسی مینویسن نویسن مضاف بر این که خود اینها هم با همین مقدمه حتی درباره همین که خودشون هم حفظ کردن یه فضای تشکیکی فراهم میکنن دیگه البته و بعد از نظر مورخ خوب حالش ما میان میگین آره متن داریم یه سند داریم سندا اگر اینجور باشه نشون میده که ولی نه سند هم به هر ساخته این آدما میتونه باشه بنابراین ما این عینک انتقادیمون با در همه این موارد به چشممون باشه ما نمیگیم که حتما همه اینا که از نظر تاریخی اینا مورد شک هستن منظور نیستم باید در سطل آشغال موضوعی نیست موضوع اینه که باید این رو بدونیم که در یه شرایط تاریخی اینا نوشته شدن و توشون خیلی اختلاف بوده و بین خود مسلمین اختلاف بوده این اختلافات رو اسلام شناسان نیوردن تو کار خودشون آوردن اسلام شناسان میان این اختلافات رو بررسی میکنن یه موقعی خود مسلم، مسلمین سعی میکنن که تناقض ها رو از بین ببرن پاک کنن به قول فرانسوی بزنن زیر قالی این خاکو برعکس مورخ سعی میکنه بیاد ببینه این تناقض ها هستن و چه جوری میشه مطالعهشون کرد و نشونه چه چیزهایی هستن برعکس این تناقض ها رو باید مطالعه کرد پس مختصر ماجرا این است که به جای این که با این بازمانده های تاریخی این پیکره حدیث و متن و سند و اینها با جزمیت و قطعیت برخورد کنیم مورخ به ما میگه که باید با اینا با احتیاط برخورد کنیم البته بچه و شاید مؤمن هم اینو ما بگه به خاطر اینکه ببینید من بین مؤمن و کسی که جزمی نگاه میکنه اینجا یه تفاوت قائل میشم به اون معنایی که شما از ایمان استفاده کردیم به خاطر اینکه مؤمن هم لابد که انسان در مومن بودنش اینجا من میخوام به این سوال برسم که درباره امامت و درباره شیعه و درباره حضرت علی به طور خاص مطرح شده و اونم بحث قلوب است یا به تعبیری تعارض بین قلوب و تقصیر یعنی اون صفات و ویژگی هایی که شیعیان برای حضرت علی و برای اهل بیت پیامبر و برای ائمه شیعه به طور کلی حالا چه شیعه شریف باشه چه شیعه اسماعیلی باشه قائلند ما علل اصول دوتا تا روایت خیلی کلی ظاهرا داریم که دی معتقدن که پاره ای درباره امام علی و فرزندانش قلوف میکنن یعنی در حد خدایی و الوهیت اینها رو میبرن بالا و دی دیگر میگویند که این نظریه مشهور است که پیامبر امامان هم علمای ابرار بودند هیچ ویژگی‌های خیلی امتیازهای خیلی خاص آسمانی اسطوره‌ای عجیب غریبی نداشتند و سعی می‌کنند در واقع یه تصویر به روایت خودشون معتدلتری از این امامان ارائه بدن و مبنای ادعاشون هم اینه که تمام این حرفایی که ناظر بر یا دال بر یا اشاره می‌کند به خصلت الوهی یا خصلت فرازمینی یا اسطوره ای امامان یه چیزی بوده که بعدها ساخته شده سوال من اینه که ما چگونه می توانیم درباره این ادعا که بالاخره از نظر شیعیان جایگاه و منزلت امام در برابر جایگاه و منزلت نبی یا پیامبر چه تفاوتی داره چگونه می توانیم بگیم این غلوامیزه یا این تقصیرامیزه اینو چجوری میتونیم مشخص کنیم مشخص کردنش باز هم باید رجوع بکنیم به, به متون و یک سری واقعیت تاریخی که تا امروز ادامه داره این چیز که شما میگین به نظر من اختلافی است که بین دین درونی هست و دین برونی اون چیزی که به عنوان قلوف مطرح میشه همش مربوط میشه به یه دین درونی به یه دین عرفانی به یه دین باطنی و اون کسانی که میان میخوان میگن این جنبه های و ربانی ائمه قلوه که شاید برخی بهش به اسم تقصیر یا فقط این نیست که اعمه رو پایین بیارن. اینی که علما رو بالا ببرن. این دوتا حرکت با هم انجام میشه. یعنی یه مقدار از تقدس ائمه رو میارن میدن به علما یعنی به فقه ها و به و به خصوص به فقه ها. یعنی شما وقتی دستت بگونی که بالا هست نمیرسه اونو میاری پایین در میاری پایین و اون کسی که پایینه میاریش بالا بنابراین این موضوع اینه که شما وقتی از اهمیت دین عرفانی یعنی دین دل دین قلبی کم می‌کنی، مجبوری که اهمیت دین برونی رو که دین فقاهتیه بیاری بالا اینجا یک نوع تخاصمی هست بین این دین درونی و این دین بیرونی و باید دید که مؤمنین چه جوری زندگی میکنن من این او آخرین کتابی که نوشتم راجع به چهره عرفانی علی است اسمش رو اگه ترجمه بکنم میشه علی سر مکنون همونجور که گفتم ما راجع به علی تاریخی چیز زیادی نمیدونیم ما از همون بد و کار در مقدمه میگم موضوع این کتاب علی تاریخی نیست چون ما علی تاریخی رو نمیشناسیم علی عرفانی است چهره درونی و عرفانی است. موضوع کتاب موضوع این کتاب موضوع تدریس من از ده 15 سال پیش تا به حال ولی اون که باعث شد من این مطالعه رو شروع بکنم در چندین سال پیش یه سوالی بود برای من مطرح شد که چرا از میان تمام صحابه پیغمبر فقط علی است که تا به امروز مرکز سقل ایمانه چند صد میلیون نفره فقط علی ما صحابه مهم دیگری داریم حالا چه برای اهل سنت چه برای شیعه ها خب برای اهل سنت عمر شخصیت بسیار مهمی است به عنوان کسی که عامل فتوحات بود و امپراتوری اسلامی رو حالا درست یا غلط کاری نداریم از لحظه عقیدتی و اون چیزی که متون میگن اینه یا صحابه دیگر ولی چرا تقریبا همه این صحابه خوب بسیار محترمند ولی یک دین به خصوص و یک ایمان به خصوص در حول و حوش این صحابه شکل نگرفته در مورد علی شکل گرفته از زمان از بعد و پیدایش اسلام تا الان یعنی غیر از برای شیعه ها که خودشون دیویست و خورده ای میلیون امامی اسماعیلیه زیدیه حتی کسانی که شاید به اسم خود خودشون نگن شیعه ولی در واقع تئولوژیشون و خداشناسیشون خداشناسی مثل بکتاشی ها مثل علویان سوریه مثل علویان ترکیه مثل یارستان کرد و غیره و خیلی از صوفیه برای اینها علی هنوز مظهره مظهر یعنی چی؟ یعنی محل ظهور اسماع و صفات خداوند همه اینا و اینها میشن چند صد میلیون شاید نزدیک شاید سی سد میلیون نفر شما مثلا فرض بکنین که درویش های قوالی قوالای پاکستان که درویش های قادری سنی هستن که به صلاح موسیقی میزنن و ارکست کنسرت میدن اینها، کنسرت اینها همیشه با یه قطعه شروع میشه سنی هم مثلا. در مورد الوهیت علی الان همین الان چرا چرا ما هم چیزی رو در مورد صحابه دیگه نداریم شعر فارسیه یعنی و... یا اردو یا یا و... بر حتی بیشتر خیلیشون شعر فارسی هم. یه سوالیه چرا علی چرا علی مظهریت داره شما هر جایی که برید حتی بین صوفیه اهل سنت یک سری حدیثی هست که از منابع شیعه رفته ولی اونها بهش معتقدن عمل معرفتی به نورانی ها معرفت الله شناخت من داره علی این حدیثی است که منظور علی شناخت من به عنوان نور شناخت خداست و شناخت خدا شناخت من است به عنوان نور هیچ کدوم از دیگر صحابه پیغمبری همچی حالتی ندارن یعنی یک جور یگانگی داره این شخصیت که 1500 سال ادامه داره. و این شخصیت تاریخیش نیست. یعنی کسی نمیگه خب آره مثلا شمشیرش دو شاخه بود زلفقار یا اینکه چند نفر رو در مثلا خیبر کشت یا نه. این شخصیت درونی و عرفانی علی است. یا <ing> <تواصل> امثال مثلا خطبه هایی که ما اون خطبه طول بیان و خطبه افتخار و اینا که علی داره از خودش صحبت میکنه و به خودش صفات الهی میده یا حتی وقتی که خودش میگه من دو چهره دارم یه چهره انسانی دارم و یه چهره خدایی لغاتی که به کار میبره ناسوت و لاهوت که لغات عرامی هستند لغاتی هستند که در به در متون مسیحی در مورد طبیعت انسانی و طبیعت ربانی عیسی مسیح از همین کلمات استفاده میشه یعنی ما یک چهره مسیحایی داریم شاید این چهره مسیحایی است که این اهمیت رو به علی داده و برای اینها این اینها دارن این رو زندگی میکنن دین این چند صد میلیون نفر ما حالا داریم فقط از شیعه ها صحبت میکنیم همینجور میتونیم در مورد سنی ها صحبت کنیم و اون کسانی که جنبه های قلبی و جنبه های معنوی دین براشون مطرحه یعنی ما مسلمان, شون... مسلمان سنی صوفی داریم که همچنان به اون مسلمان به اصطلاح راستگیش تفاوت داره و به جنبه ایمانیش توجه داره در اسلام. و برای اینها اسلام فقاهتی شاید اصلا مطرح نباشه اصلا مطرح نباشه شما برید از یک نمیدونم یک شیعه مؤمن بپرسید بگی که امامای ما علمای ابرار بودن اینها مثل فقهایی بودن که شما میشناسید ببینید قبول میکنیم بگین علی یا عالم بوده که فقهش خیلی خوب بوده کلامش خوب بوده خیلی ولی بیش از اون نبوده اون وقت آیه اون وقتی میگه یا علی مدد یا وقتی میگه دست علی به همراهت اینو ببینید یه چیزهایی که وقتی اصطلاحات آمیانه میشه اینا هم از عدم نیومده اینا ریشه های خیلی قدیمی و ریشه های عمیق درونی داره و بنابراین نمیدونم به سوال شما جواب دادم یا نه ولی این دو اسلام همیشه با همدیگه یه جوری در تنش بودن یعنی اسلام درونی معنوی که جنبه ایمانی داره و اسلام بیرونی فقاهتی که جنبه اعتقادی داره و متاسفانه الان شاید این اسلام فقاهتی چون خیلی جاها به قدرت سیاسی رسیده سعی دا تقریبا داره خفه میکنه اون اسلام درونی قلبی رو که اغلب آدم ها داشتن خیلی با آرامش زندگی میکردن باش حالا به کار در... دیگری نداشتن در به موازات همین صحبت اشاره میکنم به این تعبیر چهره ناسوتی و لاهوتی امام یا اون جنبه ظاهری یا باطنیش ما در الهیات اسماعیلی در شیعیان اسماعیلی و به طور خاص بعد از دوره علموت به بعد یعنی بعد از اینکه شهرستانی در واقع مسیر فکری اسماعیلیان نظاری رو تغییر میده تعبیر کم بیش مشابهی درباره امامان داریم یعنی امام یه چهره خلقی دارد و یه چهره امری درست به همون ناسوتی خلق قسمت ناسوتیش امر قسمت لاهوتیش و این امام مظهر اسما و صفات الهی است که ریشه در همون حدیثه مشهور منصوب به امام جعفر صادق دارد که نحن اسماء الله الحسنا و صفات الاولیا و, و بعد این امام میشه مظهر کلمه الهی دقیقا امتداد همون حالا این امام در کسوت قائم است یعنی امام مثلش قائم امامی که کارکرد ویژش جنبه قیامتی دارد یا به تعبیری اگر بخوایم خیلی با اون ادبیات که شما به کار بردید ناظر به جنبه ایمانی زندگی مردم است تا ناظر به جنبه مناسکی به این معنا وقتی ما از قیامت در برابر شریعت صحبت میکنیم در واقع داریم میگیم که امام کسی است که به جای فروکاستن دین به جنبه های مناسکی و اعتقادی حالا ممکنه بالاخره اینا هم وجود داشته باشن ناگوزی وجود دارن تو شکل دادن به جامعه ها توجه مردم رو جلب میکند به اون جنبه ایمانی که در واقع حالا من نمیدونم این تعبیر تعبیر درسته یا نه که بشه گوهر دیانت که بشه روح دیانت که بشه روح ایمان در واقع اون چیزی که شما بین تمام این کسانی که اسم بردید مشترکه یعنی ممکنه شیعه اسماعیلی باشه شیعه باشه زیدی باشه علوی باشه بکتاشی باشه صوفی سنی باشه و آن چیزی که اینها رو به هم پیوند میدهد همچنان باز شخصیت علی است این برداشت من درسته بله برای اینکه یعنی <تصفح> با واقعیت تاریخی مؤمنین اون مؤمنین هماهنگه اون چیزی که شما داره میگی چیزی که من میگم مناسک رو نمیبره زیر سوال منتها مناسک در زیله جنبه های درونی هستند نه برعکس یعنی دیانت واقعی قلبی رو مناسک مشخص نمی کنند برعکس مناسک سب... که توسط اونها تعیین می شوند توسط اونها تعیین می شود. من فکر می کنم که سمبل این حدیث معروف باز علی است که این دوتا جنبه رو وقتی که نمازش رو میخونده یکی ازش میپرسه که علی آیا شما خدایی رو که میپرستی میبینی میگه من خدایی رو که نبینم نمیتونم بپرن. بپرستم ما عباد و ما لم اره یعنی خدایی که بداری پرسته میشه باید انقدر زنده باشه و حضور داشته باشه که دیده بشه حالا ما در تشایی خوب میگیم این امامه امامه به عنوان مظهر یعنی <تصح> <تصح> علی اون چیزی که تفسیر عرفانی که از این موضوع میشه اون چیزی رو که علی به عنوان رب خودش میبینه حقیقت خودشه و بعد اون طرف میگه اه، پس شما چجوری میبینیش؟ میگه ما باش به چشم سر نمیبینم به چشم دل و به حقیقت ایمان میبینم یعنی اینجا میاد اینه که این نمازی که من دارم انجام میدم نیایش که دارم انجام میدم یک شرط داره و اون کسی که که مورد نیایش منه باید به چشم دل و به حقیقت ایمان دیده بشه یعنی اینجا ما یه مسئله مز... مز... مشاهده پیش میاد <تصفح> یه چیزی مثل نماز و اصولا مناسک باید, باید در چنان حالت حضوری انجام بشه که مثل اینکه شما دارین این اون کسی که مورد نیایشه میبینیم و در تشیع و حالا در تصوف حالا میتونه شیخ باشه یا نه به عنوان خداوند پروردگار خالق ولی به عنوان کسی که زنده است جلوی شماست کلمه ناطقه و این شخص یک نمونه زنده است یعنی یک خداوند انتزاعی در آن سوی جهان نیست که شما یه ایده باشه براتون نه. درست مثل ایسا که میشه کلمت الله کلمت الله و اینجا برمیگردیم به اون خطبه های علی وقتی میگه من ایسای این زمان هستم شاید منظورش همینه وقتی میگه ما میگیم که امام قرآن ناطقه خیلی نزدیک به اون چیزی که عیسی میگه من کلمه زنده خداوند هستم لوگوس ما خیلی نزدیکیم اینجا و این اون چیزی است که برای مؤمنین زندگی ایمانیشون بر اساس اینه برای اینکه برایشون یک الگوهایی هست که الگوهای زندن و هستش که میتونن براشون نمونه های و افقهای معنوی و درونی باشه حالا سالی که من میخوام بپرسم الان به، میخوام به قرآن مراجعه کنم و توی همون بافتار صحبتی که درباره تاریخ و تاریخیت و نگاه تاریخی موضوع رو آغاز کردیم برگردم این سال خیلی درازدامه نیست در تاریخ اسلام که درباره به ساقت قرآن صحبت میکنن که برمیگرده به اون موضوعی که آیا تحریفی صورت گرفته یا تحریفی صورت نگرفته یعنی شما یه متن دارید که قبلا شفایی بوده بعد چند دهه بعد از وفات پیامبر یه دی هم جمع میشن که ما اتفاقا شما که شما میدونید نمیدونیم دقیقا چه آدمایی همشون بودن اسمشون مشخص نیست و یه قبض و بستی ما داریم در این مجموعه نسخه هایی که میشه قرآن و این الان شده یه منبع یا دست در اسلام تاریخی عقیدتی شده منبع ارجاع همه یعنی کسی میخواد بگه که آقا مسلمانی چی میگه آقا همین که در این قرآن نوشته شده این روایت به نظر شما چه تفاوتی داره با قول به اینی که قرآن تحریف شده اصلا ما میتونیم تحریف اینجا صحبت کنیم یعنی بالاخره وقتی ما میگیم تحریف یعنی که شما من برای شما این متن می یه کسی این متن میره دستکاری میکنه چیزی خلاف این میاد به شما ارائه میده به این معنا ما میتونیم درباره تحریف قرآن صحبت کنیم یا وقتی داریم میگیم قرآن موثق کما که این توی این آزمایش هایی که انجام شده آزمایش شهید کربن 14 و اینی که نسخه های قدیم قرآنی که به دست آمده این آزمایش های مدرن چه چیزی درباره قرآن به ما میگوید و بر نگاه مسلمان عقیدتی تاریخی یا به نگاه اسلام مورخان یا قرآن مورخان و قرآن مؤمنان قرآن اهل ایمان چه تأثیری میگذاره ببینم من سوال رو به این نحو شد مطرح نکنم که اینکه ما میتونیم بگیم تحریف هست یا نه متونی هستند که گفتن تحریف بوده این برای ما مهمه متون شیعه زیادی هستن حتی متونی که ما عنوان به عنوان متون به اصطلاح موثق قبول داریم فرض کنین کلینی کافی کلینی و امثال او سفار قبل از او سیاری و غیره حالا بقیهشون به وساقت کلینی نیستن ولی کلینی رو ما به عنوان یکی از کتاب‌های چهارگانه قبول داریم خب، یه قسمت بزرگی از کتاب الحجتش راجع به تحریفه حدیث های زیادی آورده به عنوان اینکه آره قرآنی ای که قرآن رسمیه تمام قرآن نیست حالا بعضی از علمای شیعه اومدن خواستم بگن نه چون بعد از ابن بابوه ما دیگه همون حرف سنی ها رو میزنیم یعنی میگیم نه این قرآن خود قرآنه همون به قول خودشون ما بین دفته این اون که بین دو جلده خود تمامی قرآنه ولی قبل از ابن بابوه و بعد از او حتی میگم تا قرن بیستم همیشه در شیعه کسانی بودن که گفتن نه این قرآن یه قرآن تحریف شده است قرآن رسمی اون چیزی که بهش میگن مصحف عثمانی یه مورخ این مطالب رو باید در نظر بگیره در نظر بگیره چون متنای خیلی زیادی داریم با خصوص در شیعه و همونجور گفتم حتی متنای سنی داریم که اختلاف دارن در مورد این قرآن چه جوری بوده اون که مهمه برای مورخ اینه که تا ها بین مسلمانان اختلاف شدید بوده در اینکه قرآن چیه ما به چی داریم میگیم قرآن و قرآن های همجوری گفتیم مصاحف زیادی در جریان بوده ما قرن چهارمه که دیگه تقریبا همه مسلمانان شیعه هم همینجور میان یک نظریه متفق قول میشن که آره این مصحف عثمانی همون قرآنه و اصل وحیه ولی تو قرن تو قبل از او اختلاف زیاد بوده اختلاف زیاد بوده اون چیزی که شما راجع به کربن 14 و چیزهای دیگه میگین اونها هم این اختلافات رو نشون میده اولا ما تا در زمان عباسیان هیچ دست نوشته کامل قرآن رو نداریم اولین دست نوشته هایی که دست های قرآن کاملی که ما داریم از اول تا به آخرش مال زمان عباسیان یعنی متأخره اون نسخه هایی که قبل از او هست مثلا نسخه صنعا یا نسخه های دیگری که هست نسخه تاشکند نسخه کامل نیستن بنابراین ما نمیتونیم بر اساس اونها بگیم آره قرآن این بوده یا نبوده چون همش نیست و مطالعات که روی نسخه صنعا شده که به عنوان قدیمی ترین الان مطرحه نشون میده که این نسخه اختلاف داره با متن رسمی قرآن پس بنابراین این مسائلی بوده که به اصطلاح مسلمان رو قرنها به خودش مشغول داشته حتی اون که الان فرض کنیم که شده یک دگم مرکزی اهل تسنن که قرآن کلام غیر مخلوق خداست خب این یک نظریه متأخره یعنی میشه تاریخش رو نوشت احتمالا زمان متوکله یعنی قرن سوم هجری متوکل که برای برخی از مورخین بنیانگذار به اصطلاح روایت سنی اسلامه او میاد بعد از سه تا خلیفه معمون و دوتا جانشینانش که طرفدار معتزله بودند و طرفدار مخلوق بودن قرآن بودن و همجور شیعه ها متفکل میاد دوباره یک بسطلا اهل سنت و جماعت رو پای گذاره میکنه مسیحی ها یهودی ها و شیعه ها رو و معتزله رو میکشه و اوست که همراه باید مت، متکلمین نظریه غیر مخلوق بودن قرآن رو پایگذاری میکنه که باعث میشه که دیگه بحثی راجع به این موضوع نشه شما اگه بخواید قرآن رو از این به ببر، بعد ببرین زیر سوال مثل که خدا رو بردین زیر سوال برای اینکه این کلام غیر مخلوق خداست یعنی خدا... این یه متن تاریخی زمینی بشری رو در ردیف خدای قرار داده در ردیف خدای جزو جز صفات شاید. خدا قرار داده خب بنابراین دیگه بحثی نداره از اون کسی میخواد بحث بکنه میزنن میکشنش میگن آره نه شما داری راجع به خود موجودیت خدا داری صحبت میکنی ولی قبل از او بحث بوده برای خیلی ها محتوای قرانه که کلام خداست غیر مخلوق ولی اون چیزی که ما میبینیم یعنی انتقال پیدا کرده روی کاغذ این انتقال به وسیله آدم ها صورت گرفته و بنابراین آدم ها میتونه مرتکب اشتباه شده باشن متزله همیشه و شیعه همینجور همیشه موضوع غیر مخلوق بودن کلام خدا قرآن به عنوان کلام غیر مخلوق خدا مسئله برانگیز بوده بنابراین <applause> اون چی که هست اینه که اون هم باید دید که در نهایت در قرآن هم یک چیزهایی هستش که زمان ناپذیره اون چیزهایی است که جنبه های ایمانی داره که شاید بتونیم بگیم اون چیزی که میشه بهش گفتش که تبدیل شده به اصول دین یعنی یگانه بودن خدا یعنی پیامبر شناسی اینکه خداوند گهگاه با آدمی صحبت پیامش رو میفرسته بهش و اون شخص اون پیام رو منتقل میکنه به امت خودش و یکی آخر زمان یعنی اینکه آخر زمان آدم ها نسبت به اعمالی که انجام دادن پاداش میگیرن یا مجازات میشن اینها چیزای اساسی و بر اساس این یک اخلاقی پایگذاری شده و اخلاقش اصلش احسانه شما ببینید هم از قدیم گفتن یک تداومی هست در قرآن پایین ترینش اسلام بعد ایمان بعد احسانه یعنی نیکوکاری با دیگری این جنبه های اخلاقی نیکو نیکوکاری با دیگری جنبه هایی که زمان پذیر نیست و مکم همیشه ولی باقی چیزاش جنبه های احکامش جنبه های فقهیش اونا زمان پذیره و بنابراین میتونه از روی تاریخی بره زیر سوال که رفته زیر سوال اصلا ما تمام ادبیات تفسیری یا تعویلی رو بگیریم موضوع چیه یعنی فاصله گرفتن یه مقداری از متن بسه اینکه که بگیم این متن خلاصه نمیشه محدود نمیشه به لفظش پشت این لفظ معنایی هست یا معناهایی هست بنابراین یه مقداری یعنی فاصله فاصله انتقادی حتی گرفتن نسبت به متن بر این که ببینیم پشت این متن چیه این جنبه ای اخلاقی بسیار مهمه بسیار مهمه یعنی حتی در جنبه های درونی و باطنی اون چیزی که ما صحبت میکنیم جنبه های دین درونی که بعضی وقتا در اختلاف شدید با یک دین بیرونی جنبه های اخلاقی است یعنی جنبه های اخلاقی از این جهت که نمیخوایم اخلاق رو معنی کنیم ولی پایه اخلاق بر چیه؟ که من فکر میکنم این پایه در همه دین ها هم هست با دیگران کاری رو نکن که نمیخوای با تو بکن خیلی ساده است قاعده زرین عدالت جانم قاعده زرین عدالت قاعده زرین و این یکی از اصول این دین درونی است یعنی دیگری رو برادر خود دانستن. هر دو متعلق ما به یک واقعیت بزرگ هستیم به یک عظمتی هستیم همه ای ما جزئی از یک کل بزرگ هستیم بنابراین من نمیتونم به خودم اجازه بدم که به اسم هر چیزی آزاری به دیگری برسونم من نمیتونم این کار رو بکنم من فکر میکنم سمبل این که در خصوص فرهنگ ایرانی بسیار قویه همیشه برای من سالانگیز بوده چرا ما در ایران و اصولا در کشورهای فارسی زبان وقتی میخوایم راجب مهربانی با دیگران دیگری صحبت بکنیم خدمت کردن به دیگران اسم معرفت میذاریم روش آدم با معرفتی است معرفت چی چی رو میشناسه این آدم که داره خدمت میکنه به دیگری داره معرفت به خرج میده معرفت یک کلمه بار معنایش بسیار سنگینه تو فرهنگ اسلام یعنی شناخت یعنی شناخت چی رو میشناسه این آدم وقتی داره مهربونی میکنه من فکر میکنم اون چیزی که سعدی گفته بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش یک گوهر معرفت این رو داره که یه حقیقت عظیمه بشریت یکی ما هممون یکی هستیم یکی رو آزار میرسیم داریم خودمون رو آزار میدیم پس همین معرفت شناخت بله از الونا که ان العظیم بله اینه یعنی اون کسی که داره به دیگری داره محبت میکنه در واقع داره به خودش محبت میکنه و به یه عظمتی داره خدمت میکنه شاید به اینه که ما کلمه معرفت رو به کار میبریم که همون از همون ریشه عرفان و عارف من یه خورده ای... ما واقعا رفتیم توی اعماق بحث یه خورده میخوام عقب... عقب... عقب, برم و فاصله بگیرم و یه سوالی بپرسم که شاید توی زمینه بحث‌های آکادمیک محل مناقشه و نزاع زیادی بوده و اون این است که در این چهار چوب نگاه تاریخی به ریشه های اسلام، خواستگاه های اسلام و پیدایش اسلام یه مکتبی پیدا شد به اسم مکتب ریویژنیست یا مکتبی که بازنگری می کند و البته به جهت های مختلفی رفته که مثلا ما میدونیم که در میراث پاتشاکرون و مایکل کوک و کسانی که به نمایندگان اصلی این جریان فکری بودند بالاخره تغییری حاصل شد شما این نگاهی که به شیعه من متوجه هم که این نگاهی که شما میکنید به شیعه و به اسلام تفاوت خیلی بنیادینی داره با اون نگاه احتمالا تجدید نظرخواهانه درباره اسلام یعنی یه جورایی تجدید نظرخواهی هست ولی نه به معنای نفی و به معنای کنار گذاشتن و به معنای بی معنا قلم داد کردن و تخیلی و خیال بافان قلم داد کردن بلکه یکی به معنای که شما ناظر به حقیقت جهان شمولی هستید که بین انسان مختلف در و مختلف جاری است و این با اون نگاه تجدید نظر طلبانه گویا تفاوت داره اگر درباره هم یه نکته بفرمایید خیلی ممنون میشه ببینید من فکر میکنم که اگر برگردیم به دهه های هفتاد میلادی یعنی شکلگیری مثل نظریه های امثال جان وانس برو و شاگردانش پاتریشیا کرون و مایکل کوک <coughs> که هر از دوستان من هستن روح شاد پاتریشیا کرون و همون موقع لولینگ و غیره در ارلانگن آلمان اینها به یه نوعی انقلابی برانگیختند که اینجا دقیقا بهش میگن 70 شوک یعنی شوک سالهای هفتاد که <تصفح> البته خودشون هم خیلی موقعات مغاد... خودشون تجدید نظر کردن در تجدید نظر, خود, نظر. خود مایکل کوک و به خصوص پاتریشیا کرون که <تصفح> این صداقت فکری رو داشت که گاهی روی حرف خودش بیاد و بگه بگو بگه که من اشتباه کردم <تصفح> اما نتیجه ای که از این مطالعات گرفته شد است که از لحاظ روش شناسی به نظر من هنوز کاملا معتبره یعنی اینکه اول اینکه اون که منابع اسلامی راجب پیدایش اسلام راجب عربستان قبل از اسلام راجب پیدایش قرآن میگن قابل اطمینان نیست و ما باید با یک دید انتقادی, انتقادی خیلی شدیدتری به این منابع نگاه کنیم نسبت به اون که تا حال کرده ایم. چون قبلش هم خوب بر حال اسلام شناسا و مستشرقین با دید انتقادی نگاه کردن ولی شاید به کافی نه از بعضی جهات اطمینان میکردن به منابع اسلامی در این مورد خاص یعنی در مورد بد اسلام و در مورد عربستان قبل از یکی این هنوز معتبره اینکه ما باید اطمینان خیلی کمی بکنیم باز هم اطمینان که معنیش نیست اینا رو بریزیم دور تا معنی احتیاط ورزیدن احتیاط ورزیدن شدیده و اینکه بیایم تناقض های اینا رو سعی نکنیم پاک بکنیم بلکه ببینیم تناقض ها از کجا میاد و این دقیقا این تناقض ها رو مطالعه بکنیم این معتبر مونده مطلب دوم این که که وانس پرو و کرون و امثال اونها و مایکل کوک اووردن از روانشناسی و از لحاظ نظری های شناخت در مورد این مطالب اینه که باید در مطالعه بعد اسلام منابع غیر اسلامی معاصر با قرآن رو بیاریم مطالعه کنیم یعنی منابع یهودی به عبری منابع مسیحی به در زبانهای مختلف مسیحیت منابع زرتشتی غیره و غیره باز هم با دید انتقادی بنابراین متا مثل همه چیز وقتی که شما پارادایم به قول فرنگی ها عوض میشه باعث یک تشنجاتی میشه در اون علم و در اون تشنجات یک سری نظری های خیلی افراتی هم پیش میاد که به نظر من نباید زیاد جدی گرفت از نظر... جمله مثلا چه نظریه نظریاتی که مثلا میگن قرآن خور... اصلا محمد وجود نداشته اصلا این دین از جای دیگه اومده یه ده میگن از پترا اومده یه ده میگن از خراسان اومده یه ده میگن اصلا ساخته و پرداخته قرن دوم و سوم هجریست فلا. اینا به نظر من نظریات افراطی است از اون بابت که نمیشه یعنی شما یه ایدئولوژی دارین از قبل و هرچی در در متون به طرف سمت اون ایدئولوژی اونها رو میگیرین و هرچی ضد اون ایدئولوژی میندازین دور یعنی از, از قبل تصمیم گرفته که تصمیم گرفته میخواد یعنی اسلام و محمد و شیعه و همه رو رد کنه با. حالا هرچی به نفعش بود و قبول میکنه هرچی مخالفش بود و میذاره با. کنه این از روز روش شناسی غلطه روش علمی نیست و هر آنچه که لازمش این باشه وقتی شما نظریه میدین معنیش این باشه که نه ده دهم متون رو باید برزین در سطح آشغال این یه چیزیه که شک برانگیزه برای من مورخ شک برانگیزه یعنی که من بخوام نظریم مثلا اگه صد تا مت داشته باشم روی یک مت بذارم 99 تاشو بریزم دور من باید کمی شک کنم نسبت به نظریه خود بنابراین نظریه های افراتی رو میگذاریم کنار ولی اون چیه که مشخصه اینه که یواش یواش نظری که ما داشتیم راجع پیدایش اسلام راجع عربستان قبل از پیدایش اسلام همه اینها کاملا دگرگون شده کاملا دیگرگون شده و یه منظره های جدیدی در برابر چشم ما گشوده میشه فرض کنید مثلا این که ما میدونیم اون چیزی که اعراب یا کشور مدن، یا متنهای مسلمان اسلامی بهش میگن جاهلیت که اعراب قبل از اسلام همشون بت بود پرست بودن سنگ می پرستیدن درخت می پرستیدن دخترشون رو خاک میکردن اینو واقعیت نداره غیر از اون که چیزای جنگ سنگوار شناسی و باستان شناسی این رو میده قرآن خلافش رو نشون میده یعنی شما در برابر چند تا آیه در مورد بوتهای قبل از اسلام که وجود داشته یا پیغمبران عرب مثل حود ساله اینا هر صفحه قرآن پر از شخصیت و مزامین اون چیزی که میتونیم بگیم بایبلی از آدم و حوا بگیرین تا زکریا و عیسی و مریم تا ابراهیم و موسی و سلیمان و داوود و یونس و ایوب و غیره اینها اینا همشون بایبلیه هم. و مزامینش یک پیغمبرشناسی پرستی پیغمبر شناسی آخرت شناسی همشون مزامین بایبلی و به خصوص اینکه به صورت اشاری قرآن به اینها میپردازه اشاری یعنی اگر کسی مطالب رو نشناسه اصلا نمیفهمه قرآن چی داره میگه اگه قصه ابراهیم رو ندونه قرآن نمیاد قصه ابراهیم رو از اول تا آخر تعریف بکنه یا قصه موسی رو خروج از مصر رو برای کسانی که بیشتر متش... یه شناختی از ماجرا داشتن ماده. ماده. و مطالب بعضی وقتا سنگین و پیچیده ای یعنی وقتی میگه عیسی ابن مریم المسیح کلمت الله و روح الله اینا برای کسانی که اینا نمیدونن به معناش چیه نمیدونن کلمت الله و روح الله مزامین به اصطلاح خیلی سنگینی یعنی. و قرآن هیچ توضیح نمیده داره به اشاره میگه یعنی اون کسانی که دارن اینا رو گوش میدن میدونن موضوع چیه یعنی به تعبیر ما موقعی که درباره این ایمان صحبت میکنیم ما درباره پیوستار داریم حرف میزنیم نه درباره مثلا یه حوادثی که بدون هیچ ارتباطی با هم ناگهان در یه جای سرکلاش پیدا میشه بعد میره دوباره مثلا در یه جای دیگه سرکلاش پیدا میشه بدون هیچ ارتباطی به هم داشته باشه و هیچ گونه اثری یعنی ما یه استمراری داریم در تاریخ معرفتی دین و تاریخ غیر مادی من دارم یعنی تاریخ غیر تاریخی نگرانه به تعبیر روش و این پیوستار است که مهمه یعنی شما مدام در بافتار خودش و در ارجاعات درونی که اینها به هم دیگه دارن اینو میفهمید البته حالا در اون چیزی که ما بهش میگیم ادیان ابراهیمی که مشخصه خود قرآن هم بیچاره غیر از این چیزی نمیگه میگه من دنباله تورات و انجیلم هم و محمد و دنباله موسا و و ایساس خودش هم همین رو داره میگه به نظر من اون چی که شما با کلمه زیبایی که به کار بردیم پیوستار اون چیزی که اینها رو به هم دیگه دار استمرار میده یکی رو بس از دیگری میاره و حتی شاید بتونیم خارج بشیم از چارچوب ادیان ابراهیمی هر دینی دقیقا جنبه های ارفانی و جنبه های درونیه <تصفح> فکر میکنم حالا این نظریه ای منه میشه راجبش بحث کرد ولی فرصتی نیست ما فکر میکنیم که ارفان های مختلف از شکم دین ها در اومدن من فکر میکنم اگر از بالا نگاه بکنیم و قدیم بریم دین ها هستن که از شکم ارفان در اومدن. عرفان یه چیز کیهانی است و ادیان یه گوشه هایی از اون هستن که سعی کردن شاید به زبان عوام یه مقداری یه حقایقی از اون عرفان عظیم کیهانی ازلی رو بگن و اون چیز اون چیزه هم در ادیان باقی میمونه انعکاس اون عرفان کیهانی است که درشون هست و ازشون دقیقا یک دین درونی میسازه و شاید باعث میشه که نگذاره که این دین درونی به وسیله یه دین بیرونی خفه بشه خب خیلی ممنونم ما به انتهای وقتمون میرسیم قبل از این که خاتمه بدیم به این گفتگو اگر نکته آخری دارید و اگر بخواید خلاصه جنبندی در حد مثلا دو سه جمله از چیزایی که گفتین با ما بگید چی میتونید ما بگید نه خیلی ممنونم از محبت شما لطف کردین که بندر قابل دونستین که با من صحبت بکنین آرزوی که دارم اینه که این دین درونی قلبی پیروز بشه به دین بیرونی خشونت با آمین. خیلی ممنونم وقت شما خوش خیلی متشکرم از اینکه همراه ما بودید در این گفتگو با استاد محمد علی امیر محزی با امید دیدار در برنامه های آینده تلویزیون اسماعیلی فارسی خدا آگهدار خدا حافظ